10 سال بعد گوشی های هوشمند چه شکلی هستن؟ این سوالی که هم الان میشه پرسید، هم 10 سال قبل و حتی 30 سال قبل مردم میپرسیدن، با این تفاوت که 30 سال پیش اصلا گوشی هوشمندی وجود نداشت و باید توی فیلم های علمی تخیلی دنبال یه چیزی شبیه گوشی میگشتید. ولی حداقل از سال 2007 به این سمت گوشی های هوشمند یک روند تکاملی مشخصی رو طی کردن و الان به جایی رسیدیم که آدم ها از خودشون میپرسن قرار 10 سال دیگه گوشی های هوشمند چه شکلی باشن. من محمد یوسفی زاده هستم و بیاید درباره گوشی های هوشمند 10 سال بعد صحبت کنیم. اگه جزو کاربرای هستید که داستان گوشی های هوشمند رو دنبال میکنید، احتمالا با این قضیه موافقید که خیلی وقت دیگه خبری از اون اتفاقای بزرگ و به اصطلاح انقلابی نیست. شاید کسی یادش نیاد آخرین اتفاق بزرگی که توی دنیای گوشی های هوشمند افتاد چی بوده. هممون عادت کردیم به پیشرفت های یواش و به روز رسانی های قابل پیش بینی. مثلا نمایشگری که یکم روشن‌تر میشه، دوربینی که عکساش یکم با کیفیت‌تره، پردازنده‌ای که 7-8% عملکردش بهتر میشه و باتری‌هایی که 1-2 ساعت بیشتر کار می‌کنه. اگه بخوایم درباره گوشی‌های هوشمند 10 سال بعدم صحبت کنیم، احتمالاً باید دور اتفاقای بزرگ و عجیب غریب و انقلابی رو خط بکشیم. دلیلش هم خیلی ساده است. تکنولوژی گام به گام و آهسته پیش میره، نه بر اساس انتظارات کاربرا و داستان‌های علمی تخیلی. داشتن لنزهای هوشمند که رو چشممون بذاریم و کار یک گوشی رو برامون انجام بدن خیلی هیجان انگیزه. ولی تکنولوژی های ارتباطی بی سیم، چیپ های پردازشی، دوربین ها و حسگرهای بیومتریک برای ردیابی حرکت چشم ها خیلی بیشتر از 10 سال برای به واقعیت تبدیل کردن چنین ایده زمان نیاز دارن. جالبه که سال 2010 هم درباره گوشی های سال 2020 میگفتن شاید نمایشگرشون شبیه روزنامه قابل تا شدن باشه، شاید اصلا به جای صفحه نمایش تصویر هولوگرافیک ببینیم، شاید باتریشون ماهی یه بار نیاز به شارژ پیدا کنه، یا شاید دوربینشون اونقدر دقیق باشه که دیگه کسی از دوربین حرفه‌ای استفاده نکنه. ولی با اینکه گوشی‌های سال 2020 خیلی بهتر از گوشی‌های 2010 هستن، هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده. پس اگه قرار نیست هیچ کدوم از این اتفاقای هیجان انگیز بیفتن، گوشی‌های سال 2030 قرار چه شکلی باشن؟ اول از همه به نظرم بهتره با مفهوم رایانش محیطی آشنا بشیم. رایانش محیطی ترجمه عبارت ambient computing که متأسفانه معادل بهتری براش پیدا نکردم. منظور از رایانش محیطی اینه که تکنولوژی داره به سمتی میره که به جای جمع کردن یه عالم قدرت پردازشی تو جیب آدم‌ها که چالش‌های خیلی زیادی هم داره و ممکنه خیلی جا به بن‌بست بخوره، بیایم آدم‌ها رو با توان پردازشی احاطه کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه به جای رفتن دنبال تخیلی کردن گوشی‌ها، خونه، ماشین و دفتر کار شما تبدیل بشن به یک کامپیوتر هوشمند و قدرتمند. یعنی شما فقط دستور میدید و محیط اطراف شما که اون موقع پر از سنسورها و متصل به یه پلتفرم پردازش ابدی خودش کارها رو براتون انجام میده. میبینید که دستیارهای صوتی همین حالا هم هر بار نسبت به نسل قبلی باهوشتر میشن و احتمالاً تو آینده بیشتر ازشون میشنوید. شاید یکم ناامید کننده باشه، ولی باید دیدگاهمون رو نسبت به تغییرات دنیای گوشی‌ها عوض کنیم. گوشی‌های هوشمند 10 سال بعد احتمالاً تفاوت ظاهری چندانی با چیزی که امروز می‌بینیم ندارن، ولی قراره با تجهیزات و ابزارهای ارتباط برقرار کنند که آینده رو تشکیل میدن. مثلا نمایشگرهای انعطاف‌پذیر رو ببینید که تو 3-4 سال اخیر چقدر پیشرفت کردن. این پیشرفت‌ها همینطور پله پله و تدریجی هستن و میتونیم با احتمال خوبی بگیم تا 10 سال دیگه نمایشگرهای انعطاف‌پذیر به جایی میرسن که میشه ازشون با خیال راحت استفاده کرد. مشکل فعلی نمایشگرهای انعطاف‌پذیر اولا قیمت زیاد و بعد مقاومت پایینشونه و فکر کنم 10 سال به اندازه کافی فرصت مناسبی برای حل کردن این دوتا مشکل هست. سمت دیگه ماجرا نقش خیلی پررنگی که هوش مصنوعی قرار در آینده داشته باشه. همین حالا به گوگل نگاه کنید که دوربین گوشی‌های پیکسلش بهترین سخت افزار حال حاضر رو ندارن، ولی عکس‌هایی که ثبت می‌کنن بین گوشی‌های هوشمند بین بهترین‌ها هستن و این عملکرد فوق‌العاده به لطف الگوریتم‌های هوش مصنوعی به دست اومده و این تازه یه بخش از توانایی‌های هوش مصنوعیه. پس یه الگوریتم قوی‌تر کنار پیشرفت پله پله و تدریجی عدسی‌ها و سنسور دوربین‌ها توی گوشی‌های هوشمند احتمالاً گزینه منطقی‌تریه نسبت به اینکه فرض کنیم دوربین گوشی‌های هوشمند سال 2030 قرار شبیه دوربین‌های حرفه‌ای امروزی باشه. ولی این معنیش این نیست که از همین الان بگیم گوشی‌هایی که سال 2030 معرفی میشن تکراری و خسته کننده هستن. اگه این پیشرفت‌های تدریجی پله پله رو در نظر نگیریم، خیلی راحت میشه گفت گوشی‌هایی که 10 سال پیش هم معرفی شدن مثل گوشی‌های الان دوربین داشتن و نمایشگرشون هم یه چیزی شبیه نمایشگرهای امروزی ولی کوچیک‌تر بود. ولی شما میتونید بگید دوربین و نمایشگر آیفون 4S تا
تقریبا همون چیزیه که آیفون 13 پرو مکس داره. تازه به جز این یه نکته دیگه هم هست، هر قدم کوچیک که تکنولوژی به سمت جلو برمی‌داره و اثرش رو توی گوشی‌های هوشمند می‌بینیم، تو ساختار اجتماعی و تعامل ما با این گجت‌ها هم تأثیر می‌ذاره. مثلا کی فکرشو می‌کرد اینستاگرام که اواخر سال 2010 تازه کارش رو شروع کرده بود، 10 سال بعد اونقدر مهم بشه که نه تنها روی صنعت گوشی‌ها بلکه روی زندگی آدم‌ها هم تاثیرگذار باشه. اینستاگرام باعث شد تکامل تدریجی دوربین‌های سلفی و نمایشگرها برای کاربرها مهم‌تر بشن. خود شما الان قبول میکنید یه گوشی مثلا با باتری یه هفته‌ای داشته باشید ولی کیفیت و اندازه صفحه نمایشش مثل آیفون 4 باشه؟ داستان اینه که پیشرفت‌های کوچیک ایده‌های جدیدی رو ایجاد می‌کنن که خود اونها باعث تکامل تکنولوژی به نفع کاربران میشن. شما درباره گوشی‌های سال 2030 چطور فکر می‌کنید؟ به نظرتون یکی از همین روزا یه تکنولوژی انقلابی قراره کل دنیای گوشی‌های هوشمند رو متحول کنه؟ یا باید با همین تکامل پله پله و تبدیل شدن گوشی‌ها به یه بخش از فرهنگ و مد روزمره کنار بیاییم؟ نظراتتون رو حتما تو بخش کامنت‌ها با هم به اشتراک بذارید.